بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله العرش العظیم، بسم الله خالق السماوات و الارض، بسم الله نور السماوات و الارض، بسم الله رب العالمین. با نام خداوند بخشاینده مهربان، خالق آسمان ها و زمین، نور آسمان ها و زمین، صاحب عرش عظیم، پادشاه و رب آسمان ها و زمین، همیشه صحبت خدا را آغاز میکنم. اوست که خالق آسمان ها و زمین است و از همه چیز بی نیاز است و ما با اون نیازمند هستیم. اوست که مدبر آسمان ها و زمین است و ما با اون نیازمند هستیم. اوست که برآورد کننده دعاهای ماست و مستجاب کننده دعاهای ماست و ما با اون نیازمند هستیم. اوست که اراده کند و هر چیز به او تعلق می گیرد و ما با اون نیازمند هستیم. بیایید همه با هم خدا و یکتا را ستایش کنیم و از او طلب بخشش کنیم و از او رحمت بخواهیم و از او طلب بخشش در جهان آخرت بکنیم و از او در این دنیا بخواهیم که ما را به راه راست هدایت کند و ما را حمایت کند. در این صورت به هیچ چیز نیازمند نخواهیم بود. از خداوند بخواهیم که نعمت‌های خودش را بیشتر و بیشتر بر ما وسیل کند و در حمایت او قرار بگیریم. اسم من فریبرز، متولد ایران هستم. وابسته به هیچ گروه سیاسی، غیر سیاسی، حزب، دسته، سازمان و تشکیلاتی نیستم. وابسته به هیچ دولتی، حکومتی، کشوری بر روی این سیاره و این زندگی زمینی نیستم. فقط و فقط به خدا و یکتا وابسته هستم و برای اجرای امر معروف و نهی از منکر، دعوت انسان ها به زیبایی و نهی آنها از کار عاجزه شنیده ها رو پر می کنم و در بیان قوانین خداوند و آیات خداوند و قوانین اسلام تلاش می کنم و از اسلام حمایت می کنم و از هیچ کسی به غیر از خدا یکتا نمی ترسم. زیبایی ها رو می گم، زشتی ها رو می گم. امیدوارم که برای این نسل و نسل های آینده مسلم سمن قرار بگیرم در پیمودن راه صحیح، راه زیبایی، راه روشنایی، راه مردانگی و راه اصالت انسان. هر کس به کسی می نازد، ما هم به حسین می نازیم. حسین علیه السلام علمدار زیبایی، حریت، شرافت، مردانگی، اصالت و یک انسان کامل است. اوست که جان خودش را بر کف دست برای حمایت از اسلام قرار داد و از هیچ کس غیر از خدا یکتا نهراسید. او و اصحاب او و یاران او در صحنه کربلا جان دادند و او انسان ها بگویند شرافت انسانی چگونه است و حفظ آن چگونه است و برای حفظ اصالت انسانی، قوانین خداوند، عدالت، آزادی و تمامی نکاتی که یک جامعه بشری به آن احتیاج دارد از جان خود نهراسیم و با ظالمان، ستمکاران، دزدان و انسانهای کافر و ملحد و ستمکار بیعت نکنیم. پیام عاشورا این است که ما برای اینکه از اصالت انسانی، از شرافت انسانی، از زیبایی ها حمایت کنیم، تن به خواری و ذلت ندهیم و با ظالمین، مستکبرین، قاتلین و ستمکاران و ریاکاران بیعت نکنیم. زیرا که در زمان امام حسین از نام اسلام سوء استفاده می کردن و با نام اسلام به مردم ظلم می کردن، بی‌عدالتی می کردن و اجحاف می کردن و انسانها را در مسیر زیبایی قرار نداده بودند و راه زندگی را به ظلم و ستم و نیرنگ و حیله‌کاری برده بودند. علمداران حکومت اون زمان و از حسین علیه السلام می‌خواستند که با او خواستن او با آنها بیعت کند و حسین تن در به این نمی‌داد. ما انسان‌ها در این زمان زندگی می‌کنیم. از خودتان سوال کنید، آیا با ظالمین بیعت می‌کنید؟ در هر کجای این زمان سیاره زندگی می‌کنید، آیا با قاتلین و ریاکاران و پلیدان همراه شده اید یا نشده اید؟
آیا حکومتی که در کشور شما قرار دارد راه عدالت و زیبایی را طی می‌کند یا نمی‌کند؟ صحبت برمی‌گردونم به کشور ایران که من خودم متولد ایران هستم. آیا حکومت و سیستم ایران با نام اسلام، اسلام را اجرا می‌کند یا نمی‌کند؟ آیا به مردم رفاه زندگی داده است یا نداده است؟ آیا بیت المال را به شکل صحیح به مردم می‌دهند یا تقسیم می‌کنند یا نمی‌کنند؟ آیا ثروت ملی مردم و منابع طبیعی ایران را به مردم به شکل صحیح تقسیم می‌کنند و در راه پیشرفت جامعه و کشور ایران قرار دادند یا نمی‌دهند؟ آیا با مردم به عدالت رفتار می‌کنند یا نمی‌کنند؟ آیا آزادی به انسان‌ها دادند یا ندادند؟ این نکاتی است که در اصول اساسی دین اسلام وجود دارد و در زمان امام حسین علیه السلام یزید و یزیدیان اینها را اجرا نمی کردند، به مردم آزادی نداده بودند، رفاه نداده بودند، کشور رو مردم و اون زمان رو در مسیر زیبایی و ترقی سوق نداده بودند و با انسانها عادلانه رفتار نمی کردند، به تورمان رو به مردم به شکل صحیح تقسیم نمی کردن، کشور رو به شکل صحیح اداره نمی کردن و و و و و نکات های بسیار زیاد دیگری در مسیر زشتی، ظلم و استکبار و بی‌عدالتی توسط یزید و یزیدیان در اون زمان در حال اجرا بود. حسین علیه السلام نوه پیامبر اسلام تن به این زشتی ها نمی ده. امکان نداشت که با ظالمین بیعت کند، اما ما انسان ها در این زمان برای حفظ کارمون، برای اینکه بریم یه ماشین بخریم، برای اینکه بریم یک خانه بخریم، برای اینکه ازدواج بکنیم و برای این مادیات زندگی تن به خواری و ذلت دادیم. حسین علیه السلام تن به خواری و ذلت نمیداد و با ظالمین بیعت نمی کرد. ای انسان ها از خودتان سوال کنید، ای کسانی که با این جمهوری اسلامی ایران در حال همکاری هستید و بیعت کرده اید، آیا جمهوری اسلامی ایران در مسیر عدالت، زیبایی، روشنایی و اسلام قرار دارد؟ نکاتی که در آیات قرآن وجود دارد و قوانینی که توسط خداوند و حضرت محمد سلام الله فرستاده شده بود و ارکان صحیح یک جامعه و کشور هستند، آیا در زمان فعلی توسط جمهوری اسلامی ایران اجرا می شود؟ می بینیم که نمی شود. بیت المال کشور، سرمایه های طبیعی، منابع طبیعی، ثروت ملی مردم در ایران توسط این سردمداران جمهوری اسلامی در مسیرهای جنگ طلبانه، سلاح سازی و تمام خصم و دشمن سازی استفاده می شود، به قدری که مردم حتی از درجه فقر هم به سطح پایین‌تر تنزل پیدا کردن از نظر مسائل اقتصادی. این بیت المال به شکل صحیح اجرا نمیشه. نکات دیگر که حق طبیعی مردم هست در دایره مسائل اقتصادی، تامین درمان پزشکی، صحت و سلامتی در جامعه ایران اجرا نمیشه. آموزش و پرورش در جامعه ایران به شکل صحیح و آزاد و به شکل زیبایی که در قرآن کریم به انسان‌ها آزادی داده می‌شود و تضمین مطالب فلسفی، علمی و غیره تجزیه و تحلیل می‌شود، در جامعه اسلامی، در جامعه ایران نمی‌شود. تمام افکار محدود خودشون و دیکتاتورانه خودشون رو این آیت الله های ایران در تمام مسائل و کتاب‌های درسی و علمی جای دادن و هیچ دریچه زاویه‌ای برای گفتن مسائل دیگر و آیات دیگر و قوانین دیگر و فلسفه‌های دیگر عنوان نمیشه. در قرآن همونجوری که شما می‌بینید تمامی فلسفه‌ها تجزیه تحلیل میشه. با این تجزیه تحلیل هاست که ما میتوانیم برتری دین اسلام رو به جهان بیان بکنیم و نشان بدهیم و توسعه بدهیم. در کشور ایران به نام اسلام به افکار و اعمال غیر اسلامی دست دادن و میزنند. از زمان آقای خمینی آغاز شد و افکار جاهلانه اون آقا به اسم اسلام تمامی مسائل دیکتاتورانه و
به اسم اسلام در جامعه خونده شد و قانون شد و حسین علیه السلام در آن زمان به اینها تن در نمیداد و من به عنوان یک انسان تن در نمیدم به بهای جانم که تمام بشه بشه. زیبایی ها رو میگم و با زوم بیعت نمی کنم. پیرو امام حسین باید این گونه باشه. کسی که میری در روز عاشورا سینه میزنی، نذری میدهی، مگه اسم امام حسین بازیچه است؟ دخل از خداوند یکتا نمیترسید که این کارها رو میکنید؟ آیا از خودتان سوال کرده که آیا مسیر امام حسین رو طی میکنید یا نمیکنید؟ فقط اونجا به اسم امام حسین، به اسم ائمه، به اسم اسامی دیگر دینی میرید، اونجا نذری میدید. اگر به دنبال راه امام حسین هستید، باید مسیر امام حسین رو طی کنید. صریح ترین، روشن ترین پیام امام حسین بیعت نکردن با ظالمین در هر زمانی است. به بهای جان من هم که تمام بشه بشه. کسی که با ظالمین بیعت کنه، کسی که با ظالمین همکاری بکنه، کسی که با نادرستکاران همکاری بکنه، کسی که با پلیدان و ریاکاران همکاری بکنه، این راه امام حسین رو که طی نمی‌کنه. مسائلی که در کشور ایران در طی 43 سال اخیر رخ داده است اکثرا دال بر این است که این حکومت نه تنها اسلامی نیست، از اسلام در حال سوء استفاده کردن هستند و متاسفانه احزاب مخالف کشور ایران، سیستم ایران هم اکثرا به بیراه رفتند. نه اکثرا، نه همه. من یک حزب، یک شخص، یک تجزیه تحلیل صحیح نه از کسی میشنوم و در هیچ جایی نخوندم. متاسفانه جامعه ایران به جهالت رفته و حتی مخالفین حکومت و سیستم و ایادی مخالف جمهوری اسلامی ایران به بیراه رفتن. خداوند همیشه دعا میکنم به حقانیت خودت و پیامبران خودت یک راه صحیح، یک لیدر صحیح، یک پژوهش کننده صحیح، بیان کننده صحیح به این مردم بفرست که زیبایی ها رو بیان کند و از دین تو سوء استفاده نکند. ای مردم، من در اینجا شما را دعوت به دین زیبا و مترقی اسلام میکنم، دعوت به پیروی از پیامبران خدا میکنم، پیروی از دین مترقی اسلام میکنم که یکی از بزرگترین اجرا کننده های آن، اجرا کننده این دین، حضرت امام حسین علیه السلام بوده است. حضرت امام حسین همجه که خودتون میدونید در ویدیوهای قبلی هر سال پر میکنم و امسال اگر در پر کردن ویدیو تأخیر کردم پوزش میخوام به دلیل محدودیت هایی که برای پر کردن ویدیو دارم و بر روی اپلیکیشن های مختلف باید بگذارم تأخیر کردم پوزش میخوام، ولی بیایید همه با هم پیام امام حسین را که زیبایی، درستکاری، مردانگی، شرافت، اصالت و تمامی زیبایی‌هایی که انسان‌ها در طول تاریخ خواستند به امام حسین برای حفظ آنها و جان خودش گذشت، ما پیرو امام حسین باشیم. نشان بدهیم به جامعه جهانی که اگر در طول تاریخ در حکومت‌های مختلف بزرگانی برای حفظ آزادی و ایجاد آزادی قیام کردند، یکی از بزرگترین آنها در دین اسلام حضرت امام حسین علیه السلام است و این بزرگ و این شجاع و این مرد سرشور و این شخص بسیار پاک که نوه پیامبر اسلام بوده است به مردم و جهانیان نشان بدهیم که امام حسین چه شخصیت بزرگی داشته است. بیایید همه با هم در این ماه محرم و در این ایام دهه محرم که گذشته است، در این ایام محرم انسان ها نشان بده این ما چه شخصیت های بزرگی در دین اسلام داشته ایم و برای حفظ مسیر و مرام آنها از جان خودمان میگذاریم از جان خودمان میگذاریم. از حد کن جملات طولانی به کار بودن فعل اشتباه که از جان خودمان برای حفظ معیارهای اصیل انسانی هم حتی حاضر هستیم که بگذاریم و امیدوارم که پیام امام حسین را به زیبایی نشان بده. صحبت امروز خودم رو با این جمله امام حسین میخوام ادامه بدم و اختمام برسونم. هل من ناصر الینصاری، کسی هست که مرا یاری دهد؟ بیایید امام حسین رو یاری بدهیم و به فرزندان خودمان و نوادگان خودمان و طایفه خودمان رو بیان کنیم که ما پیرو امام حسین هستیم و امام حسین رو همیشه یاری میدهیم، یعنی اسلام رو یاری.
امیدوارم صحبت‌های امروز من از خود قرار گرفته شده باشه. روز شما بخیر.